با درود به ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا هستین عزیزان، به این برنامه رو داریم میبینین. امیدوارم که ایرانی من دل شاد باشه، سربلند و سرافراز باشید عزیزان. هفته دیگر اومدیم به خانه های پرمیر شما عزیزان. امیدواریم که کلام خدا بتونه زندگی ما رو تبدیل کنه، به ما آرامش بده. خب بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان. ای پدر، شکرگزار و سپاسگزارم برای این برنامه خداوندا، برای این وقتی که به من میدی ای پدر جان. تمام افکار و دلم و خداوندا زبانم رو مس کنه خداوند، مبارک کن تا بتونم آنطوری که هستی تو رو به مردم معرفی بکنم پدر جان. شکرت میکنم ای عیسی مسیح خداوند که میتونم خدمتکار تو باشم، خادم کوچیک تو باشم ای خداوند. چه افتخاری است برای من، واقعا شکرگزار و سپاسگزارم. قلب عزیزان من که داره این برنامه رو میبینن ای خود دوست، لمس کن تا به کلامت ایمان بیارن و زندگی هاشون پر از آرامش تو بشه خداوند، به تبدیل بشه زندگی هاشون. شکرت میکنم پدر، به همه اینا رو در نام قدوس عیسی مسیح میطلبم، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. هفته پیش چقدر خوب بود، ما رفتیم تظاهرات در لس آنجلس، خیلی ها بودن، شاهزاده رضا پهلوی هم اومده بود، هرچی هم خیلی شلوغ بود نمیشد جلو رفت، برای اینکه واقعا من فکر کنم کسی ما نداریم که مثل رضا پهلوی بتونه اینجوری صحبت بکنه، بره پیش دولت ها دعوتش میکنن. در برلین هم مثل که امروز دعوت داشت، تو نمیدونم دانشگاه واشنگتن رفت. به هر حال تجربه ای که در این 40 سال پیدا کرد، ما خودش هم میگه هیچ ادعایی هم نداره، واقعا خیلی هم خاکیه. من تو لس آنجلس دیدم، واقعا خیلی خاکی بود. تو جمعیت اومد بدون ترس، نمیگم مثلا دو نفر هم مواظبش بودن، سکوریتی داشت، ولی کلن دو نفر کاری نمیتونن بکنن. خیلی آزاد میومد تو مردم رو بغل میکرد. عزیزان من، اینه، ما یک کسی میخوایم که ما را از این رژیم گذر بده، حرفای ما را به این دولت ها برسونه. خودش هم همینه میگه، میگه من میخوام فقط شما را از این رژیم بگذرونم، این رژیم بیفته، بعد ملت ایران خودش تکلیف خودش در ایران تعیین بکنه، خودش در یک انتخابات آزاد بتونه سرنوشت خودشو تعیین بکنه. ولی ما به خصوص این روشن فکرای عزیز ما چنان ونی میذارن جلوی پای همه کس، فکر میکنم، میگم امروز برنامه من عزیزان، غرور اولین گام انسان، شکست انسانه. غرور اولین گام شکست انسانه، یا به طرف شکست، باور بکنید در زندگی. چون برای اینکه ما فکر میکنیم همه چی رو بلدیم، و چون بلدیم نه اینکه مردم نمیاریم به هم، بلکه تفرقه میندازیم با این حرفای ما. این رضای پهلوی میگه عزیزان من، به من رأی بدید، وکالت بدید، من از طرف شما بتونم با دولتهای امریکایی یا اروپایی صحبت بکنم که رأی باز بشه برای آزادی آینده ایران. و من تا شما نخواین از من هیچ کاری خودم نمیخوام بکنم، و خودم هم نمیخوام. اگه نمیخواین مثلا من کاری باشم، هم نمیخوام. من یک ایرانی هستم، یک دونه رأی دارم، به طبق اون رأی میام رأی میدم. من نخواینم مسئله نیست، فقط میخوام عبور بدم. و برنامه ریزی دارن، اینجوری نیست که همینجوری میگه آقا وکالت بده من حرف بزنم بعد بیام اونجا همینجوری کیلویی مثلا پیروزی بده. نه خیر، بعد از پشت اون برنامه هست. خودش هم میگه، تمام به این سیاسیون، تمام اپوزیسیون میگه که آقا خودتون یه چیزی درست بکنین که در فردای آینده، عوضی که ون بیزارین هی برای مردم سنگ بندازین، خودتون یه حرفی داشته باشین، بیاین اونجا بگین آقا من از طرف اقتصاد مثلا این برنامه ها رو میدم، از نظر فرهنگی این برنامه ها رو میدم، از نظر نمیدونم
چیزایی دیگه شهرسازی این برنامه رو میدم، از نظر اقتصاد این برنامه رو میدم. خودش هم به همه اینا همینه میگه. ولی چرا من نمیدونم تو کت ما نمیره؟ چرا میخوایم هی سنگ بندازیم؟ دیدین به 500,000 تام نرسید رش؟ بابا ملت ایران نمیتونن رای بدن. اگه ملت ایران الان باز بگونیم میلیونا بهش رای میدن. این فقط یه وکالت میخواد که بخواد صحبت بکنه از طرف ما. شما میتونین گله‌ای برین صحبت بکنین. همه شون دارین صحبت میکنین. خب اگه تو کسی هستی که مخالف رضا پهلوی هستی و میتونی صحبت بکنی، خب برو صحبت بکن عزیز من. کسی جلوتون رو نمیگیره. برای آزادی ایران هر کی قدم برداره مردم اونو دوست دارن، طرفدارشن. من نمیدونم ما چرا این رو به خصوص این روشن فکرها، به خصوص این چپولا، به قول بچه ها همین چپا بودن پدر ما رو در آوردن. یه ذره بیاییم مهربان باشیم، یه ذره یعنی غرور ما رو بندازیم زیر پامون. خداییش واقعا یکی از شکست انسان همین غرورشه. داوود من خیلی دوست دارم، برای اینکه داوود مرد خدا بود و واقعا دل داشت برای خدا. مزامیری که می سرود، با خدا صحبت می کرد، حرف خدا رو گوش می داد، مثل یک دوست با خدا صحبت می کرد. من این داوود واقعا خطا زیاد داشت داوودا، ولی جا نمیزد. وقتی خطا میکرد جا نمیزد، میرفت اعتراف میکرد و از خدا کمک میخواست. امروز یکی دیگه از اون خطاهاش میخونم براتون. ببینین انسان باید غرور خودشو بشکنه. غرور باعث میشه که انسان نتونه 2 متر اونورتره ببینه. فقط در اون مؤسسه‌ای که هست یا هر جایی که هست همونجا رو میبینه. بیاین اینقدر عزیزان سنگ نندازین. بیاین با هم یک دست باشین. پیروزی ایران زیاد دور نیست. ملت ما یک قدم بردارن بیان بیرون پیروزن. ملت ما یاد گرفتن حالا نمیدونم با سیاست باشن، با سیاست برن جلو. یا اینجوری بگم نون به نرخ روز میخوریم ما که به ضرر ماست. واقعا ما رو به پیش نمیبره. نمیدونم چرا ما نمیخوام یک بارم شده سرنوشتی برای خودمون رقم بزنیم که واقعا برای آینده بچه هامون حداقل خوب باشه. ما که هیچی، ما دیگه رفتیم. ما 57 بودیم که این بلا رو سر بچه ها آوردیم. چرا یه معذرت خواهی نمی کنین از این ملت ایران؟ من 1000 بار اینجا معذرت خواستم از ملت ایران، چون 57 نمی فهمیدم واقعا سیاست چیه. نمی فهمیدم اصلا. یه جوونی بودم که نشه بودم، مست بودم، می رفتم فقط تظاهرات می کردم. همین. همه ای ما اینجوری بودیم. فکر می کنن اون کسی که میگه من می دونستم با دانستن خودم رفتم، دروغ میگه. یک ایده میخواستن ایران رو نابود بکنن، به خصوص کشورهای غربی، انگلیس و امریکا. انگلیس بدتر از همه. روسان که منتظر بودن که اینا یه کاری بکنن بیان ایران رو درسته بخورن، بدانن میخورن ایران رو. هر جاشو ببینی ایران پای روسیه اونجاست. کی روسیه به ما منفعت داد در ایران تا این دفعه بدونه یک کاری برای ما انجام بده؟ حالا که جمهوری اسلامی نمیدونم پهباد و نمیدونم موشک و چی میده که با اوکراین بجنگه. زلزله زدهای ما پدرشون در اومد، مردن، داغون شدن، تو سر ما داغونن، ایشون رفتن در تور. آقا من اینو دارم میگم، مخالف کمک به کسی دیگر نیستم. بگم مخالفت میکنم نه باید به هیچ کس، نه. انسان دوستی یعنی همین. شما بتونین انسانهایی که همسایتون هر جا باشه کمک بکنین، خدمت بکنین به. ولی وقتی به کشور خودت، به ملت خودت خدمت نمی کنی، بعد میری توی ترکیه یک
بیمارستان صحرایی میزنی با کلی کمک، خب این قلب منه در میاره، من ایرانی رو. تو وقتی به ملت خودت رحم نمی کنی، میری نشون بدی مثلا به دنیا که مثلا دیدی ما چی آدم های خوبی هستیم. نه، شما آدم های خوبی نیستیم، معذرت میخوام، شما بدترین آدم های دنیاییم. شما اصلا انسان نیستین. شما فقط برای تظاهر دارین بعضی موقع کار میکنین، پولای ایرانی ها رو برمیدارین میبرین موشک و نمیدونم چی و چی و چی به همه اون تروریست ها میدین که بیان همه جا رو خراب بکنن. اینه عزیزان من، اولین چیز این غرور ماست که هی منم منم میگیم، هی همه چی رو میگیم ما بلدیم، همه چی رو میخوایم ما دخالت بکنیم. نمیخوایم یه نفر هم چهار تا قدم داره برمیداره چهار تا سنگ میندازیم جلوش. به خصوص این روشن فکرهای ایران ما. به هر حال امیدوارم که تاریخ حداقل درسی باشه برای ما، همین گذشته 40 سال درسی باشه برای ما. ملت ایران، شما نمیخواین زندگی راحتی داشته باشین؟ چرا خودتونی میزنین به اون را؟ مگه نمیبینین ملت هی میگین جمهوری اسلامی بده، همه کارهای بده داره میکنه، پدر ما رو داره در میاره، همه چی رو داره از ما میگیره، نابودمون داره میکنه، پولا رو میده به کسی که. خب این چی باید بکنین؟ یه دفعه به خودتون میگی باید چیکار کرد؟ همینجوری نشست فقط حرف زد؟ با حرف کاری پیش میده؟ با گفتن حلوا به قول مردم دهان شیری میشه؟ نمیشه که عزیزان. باید قدم برداشت، هر جایی که هستین یه کاری انجام بدید برای انقلاب ایران. خودتون آزاد میشین وقتی به هر روز جلو و ضرر بگیرین استفاده است برای شما. هر روزی که انقلابتون پیروز بشه اون روز روز پیروزی واقعا زندگیتونه. که یک زندگی که نگیم آقا آخوند از جماعت آخوند ما بهتر نداریم، یعنی در ایران این همه آدم های باسواد، این همه آدم های روشن فکر و اقتصاددان و فرهنگدان و نمیدونم شهرسازی رو بلدن، مهندسا داریم، دکترا داریم، این همه آدم هست که در دنیا دارن کار انجام میدن، در کشورهای دیگه دارن خدمت میکنن. اون کشورها سر این ایرانیا کلی پیشرفت کردن، در ناسا هست، در اروپا هست، در کل اقتصاد دنیا پای ایرانیا رو میبینیم اونجا باز شده. بابا یه ذره به خودمون بیایم. تا کی میخوایم بشینیم مثلا به من چی؟ حالا اون داره یه کاری میکنه دیگه، من نمیدونم. میخوای پیروز بشی خلایق هرچی لایق، خلایق هرچی لایق چی هست از من نمیدونم این چیه. بابا خودتونم قدم بردارین. از 57 های مثل من که 60 به بالا هستن انتظار نداشته باشین بیان امروز برای شما کاری انجام بدن. میگی چما کردین چرا بیرون نمیایین؟ شما عزیزان من تا 40-45 سالین بیاین بیرون، اونا پشت سر شما میان. زندگی شما باید عوض بشه. منی که دیگه امروز فردا 10 روز دیگه 2 سال دیگه 5 سال دیگه زنده ام، این که دیگه به درد من نمیخوره که. ولی با این وضع دلم میسوزه میام اینجا صحبت میکنم، دلم میسوزه برای اینکه میخوام ایرانی آزاد باشه. امروز کلام خدا رو براتون میخونم، اینقدر کلامهای شریرانه، کلامهای دروغین به ما خوروندن، ما دیگه از خدا و همه چیز زده شدیم. بین داوود، بین امروز میخوام براتون از اول تواریخ بخونم. داوود مردان جنگی را میشمارد. میگم که وقتی ما غرور به ما غلبه میکنه در زندگی، دیگه فکر ما باز نیست که جلوتر ببینیم، فکر میکنیم همه چی به قدرت ماست. اینجوری نیست بابا. این کهکشانی که میبینید
یک فرمانده ای داره که همه چی تحت کنترل اونه. شما یک ارتش زمینی هم ببینید در یک کشور، یک ارتش بود داره اون بالا که کنترل میکنه همه رو. این جهانی که میبینیم به این نظم و ترتیب، یک کنترل کننده ای هست اونجا. خوشم میاد از داوود واقعا که کارای هر کاری میکرد با خدا مشورت میکرد. میگه شیطان خواست اسرائیل را دوچار مصیبت نماید، که همیشه شیطان میخواد هر جایی که یه ذره خوبه با خدا دارن راه میرن و زندگیشون با آرامش داره میره، شیطان سری میاد اونجا پا میذاره. که الان سالهای سال، قرنهای قرنه که شیطان در ایران هست و داره کنترل میکنه ایرانو. پس داوود را اغوا کرد تا اسرائیل را سرشماری کند. اصلا ببینی که من این همه پیروزی که گرفتم، آیا این پیروزی ها چه قدرتی دارم، ببینم چقدر سپاه دارم، چقدر مسلسل دارم، مثلا با قول امروزی ها چقدر تانگ دارم، چقدر هواپیما دارم، با قدرت اون چیزهای جنگی به افرادی که داشت میخواست ببینه چقدر این پیروزی هایی که به دست آورد چقدر تعداد سرباز داره و شمشیر داره، سپر داره. داوود به یوآب و سایر رهبران اسرائیل چنین دستور داد: به سراسر اسرائیل بروید و مردان جنگی را سرشماری کنید و نتیجه را به من گزارش دهید. میگم وقتی انسان وقتی بزرگ و قوی شد، فکر میکنه که همه کارها رو خودش داره انجام میده. داوودی که با خداست، داوودی که دست خدا رو میبینه در جنگا، در زندگی خودش میبینه، بعض موقع خطا میکنه، ضربه میخوره، از خدا کمک میخواد، خدا بهش کمک میکنه، همه اینا رو میبینه، با این وضع به غرور بهش غلبه میکنه، به خودش متکی میشه، میگه بله من بینم میخوام اینم چقدر دارم که چیکار کردم تا حال. یوآب جواب داد: خداوند لشکر خود را 100 برابر افزایش داد. یکی از فرماندهانش. همه این سربازان مال پادشاه هستند. داره بهش تذکر میده. پس چرا آقایم میخواهد دست به سرشماری بزند و اسرائیل را گناهکار سازد؟ اون که مرد خداست، اینم بالاخره مرد خدا بود، بهش داره میگه چرا میخوای دوباره گناه رو وارد اسرائیل بکنی؟ این چه کاریه که میخوای سرشماری بکنی؟ همه این سربازا، شمشیرش، همه چیش مال توه، به دستور تو ایستادن، چرا میخوای سرشماری بکنی دیگه؟ تا حالا پیروزی نگرفتی؟ خدا به این نگفت در جنگ برو از این طرف سمت چپ، برو از این سمت راست، برو برو من جلوی تو حمله میکنم، جلوی تو میرم، وقتی پای صدای پای منو تو جنگل میشنوی جلو بیا، اون موقع حمله بکن. دیوار اریا یادتونه 7 روز دورش زدن با اسباب، فقط دور زدن دیوار اریا ریخت. همینه. بس خداست که کسی که به خدا متکیه میدونه قدرت خدا کجاست، میدونه که هیچی به قدرت من نیست. امروز اگه من درسی از کلام خدا میارم، یا هر کشیش، یا هر خادمی که میاره، اول دعا میکنه، با روح القدس پر میشه، راهنمایی میخواد از روح القدس که بتونه این کلام به خوبی به گوش مردم برسونه، تا مردم کلام خدا متوجهشن، که بدونن کلام خدا چیست. نه اونایی که میگن هر چی میگن برای خودشون، هر حرفی میزنن در میارن، پیامی میارن، میگن از کلام خداست. شما موقع وقتی کلام خدا رو بدونی، تشخیص میدین که کلام خدا کدوم هست. اما پادشاه نظرش را عوض
نکرد، گفت مرغ یک پا داره، هرچی من میگم همونه. فراموشش شد که خدا چیکار تا حالا براش کرد. ما تر زندگی خودمونم همینیم عزیزان. وقتی یک کار اشتباهی میخواییم بکنیم، چهار نفرم با ما تذکر میده، ما گوشمونو میبندیم. مثال بذار با از خودم بزنم، چون برای اینکه این ضربه ها رو من خیلی دیدم در زندگی. من اینجا بیزنس رستوران داشتم، رستوران رو فروختم، میخواستم برم دبی. یه نفر دیگه منو گفت بریم دبی بیزنس بکنیم. آدم وقتی میگم گوشیشو میبنده، به قدرت خودش متکی، غرور وقتی آدم میگیره فکر میکنه همه چی رو خودش داره انجام میده. 10 نفر حداقل با من گفتن آقا این فامیل من رفت تو اونجا 1,000,000 از دست داده، یکی 2,000,000 از دست داده، این 500,000 تا داده، آقا اونجا کاسبی نمیتونی بکنی. من گفتم مرغ یک پا داره، من کاسبم، من میدونم چی کار بکنم. حالا اینجا یه ذره موفق بودم، میخواستم برم مثلا بگم بله. ما البته کسی دیگه با من گفته، آقا بالاخره منم فکر داشتم. هر که اومد به ما گفت ما قبول نکردیم. اینی داوود یا بالا بهش میگه آقا چرا میخوای سرشماری بکنی؟ لشکرا مال خودته، همه چی مال خودته، چرا میخوای سرشماری بکنی، گناه رو بیاری؟ من غره شدم آقا از خودم، غره شدم، رفتم اونجا ضربه خوردم. تازه فهمیدم که بابا این مردم دارن میگن، الکی که نمیگن که، اونام تجربه دارن، رو تجربه دارن میگن. میگن وقتی یه چیزی رو میخواد آدم رو غرورش انجام بده، دیگه گوشش رو میبنده، نصایح هیچ کس رو قبول نمیکنه. امروز از این کلامهایی که براتون میاریم میخونیم درسی است برای زندگی ما عزیزان من. نه اینکه بگه این کلام خدا همینجوری کیلویی داره میخونه میره دیگه، یه چیزی میگه دیگه، نه. واقعا هر کلام خدا، هر خطش، هر نقطش برای آدم درسه، درس زندگیه. اما پادشاه نظرش را عوض نکرد. پس یوآب مطابق آن دستور سراسر خاک اسرائیل را زیر پا گذاشت و پس از سرشماری به اورشلیم بازگشت. او گزارش کار را تقدیم پادشاه کرد. البته تصمیمات ما، شیطان هم هست بعضی موقع پشتش میاد میبینه مثلا ما یه ذره موفقیم، یا داریم برای کار خداوند کار میکنیم، به کارهای داریم میکنیم که مردم به سوی خدا میان، شیطان اون موقع پاش میذاره جلو، اینقدر زندگونه زیر بغلت میذاره که بگی آره شاپورم، بگی من کسی هستم، به کار اشتباه انجام بدی، ضربه بخوری که شیطان خوشحال بشه. به خدا بهت بگی که ای پسر عزیز من، من که 1,000 بار برات گفتم، 1,000 بار 1,000 تا کار برات انجام دادم، این چی کاریه داری انجام میدی؟ چرا مشورت نکرده از من داری کار انجام میدی؟ ما این روزا به خاطر همین چیزها، این غرور بیجای ما باعث میشه که هر دقیقه در زندگی ضربه بخوریم. او گزارش کار را تقدیم پادشاه کرد. تعداد مردان جنگی را در تمام اسرائیل 1,100,000 نفر بود و از این عده 470,000 نفر از یهودا بودند، ولی یوآب از قبیله لاوی و بنیامین سرشماری نکرد، زیرا با دستور پادشاه مخالف بود. اینکه یه چیزایی میدونست باز همینجوری رفته سرسری مثلا یه چیزایی شمرده، گفت آره تا الان دلت میخواد خوش باشه اینقدره. داوودی که مرد خداست، وقتی مزامیرش میخونی چقدر با خدا نزدیک این مرد، چقدر از خدا پیام میگیره، چقدر از خدا کمک میگیره، به خدا واقعا کمکش میکنه.
ولی توی کاخش هست، قدم داره میزنه با غرور، میگه نه میخوام ببینم چند نفر دارم، حالا برم دنیا رو بگیرم. این کار داوود در نظر خدا گناه محسوب شد میشد، پس او اسرائیل را به سبب آن تنبیه نمود. خدا دید این رای خودش داره میره، منم رای خودم داشتم میرفتم. خدا این همه آدم ها را آورد به من بگن آقا نرو، تو پول از دست میدی، این چهار تا پولم که داری نابود میشی، نرو. من قبول نکردم. یه مسئله دیگه، یه جایی استان سیل گرفت، یه نفر که با خدا نزدیک بود، به حتماً هم مسیحی بود، با خدا خیلی هم نزدیک بود، گفت که خدا برای من کمک میاره. آب رسید به زانو، رسید به سینهش، رسید تا اینجاش. آقا همینجوری مونده، یه دونه قایق میاد میگه آقا بیا غرق میشی، میگه نه من نمیام، خدا کمکم میکنه. هلیکوپتر از بالا میاد میگه نه خدا کمکم میکنه. میمیره میره اون دنیا. خدا میگه خدایا تو کجا بودی؟ وقتی من ازت کمک خواستم چرا کمکم نکردی؟ ندیدی سیل بود داشت من غرق میشدم مردم الان؟ میگه تو حقت بود این کارو. میگه چرا؟ میگه من برات قایق فرستادم، من برات هلیکوپتر فرستادم، من برات هزار نفر آدم فرستادم که تو رو نجات بده، تو گفتی نه. خب من چیکار دیگه برات میگم؟ دستم میخواستم بیارم پایین، تو رو بکشم بیارم بالا. این کمک از جانب من بود برات اومد. خب این هم که به من میگفتن آقا نرو دبی، کمک از طرف خدا بود که نمیخواست خدا بچه خودش، خادم خودش، یا نمیدونم نجات یافته خودش بره زندگیش به هم بزنه. امروز هم خدا داوود همینو نمیخواست که داوود در گناه باشه، نمیخواست که اسرائیل به گناه بکشونه. ما هم در زندگی ما همینیم، کارهایی میکنیم رو غرور ما ضربه میخوریم، بعدا میزنیم تو سر ما، میگیم چیکار بکنیم، خدایا تو کجا هستی؟ خدا کمک میفرسته، خدا کسی رو میفرسته که باهاش صحبت بکنه، ولی تو گوشتو میبندی، چشمتو میبندی، کارهای اشتباهتو انجام میدی، فردا ضربه میخوری، این دیگه دلیل نمیبخشه که خدا بهت کمک نکرده. که عزیز من، این کار داوود در نظر خدا گناه معصوم میشد، پس او اسرائیل را به سبب آن تنبیه نمود. آنگاه داوود به خدا عرض کرد با این کاری که کردم گناهی بزرگی مرتکب شدم، التماس میکنم این حماقت مرا ببخش. خدا با گناه کنار نمیاد. تو رو میبخشه ولی با گناهت کنار نمیاد. تنبیه میشی. آقا چند بار ما بگیم؟ واقعا من دیگه چند بار بگم؟ هر وقت کلام خدا رو میخونم میام تو زمین، قانون زمین رو براتون میگم. شما اگه اینجا رانندگی بد بکنی خلاف نمیشی، تو اگه با یه نفر دعوا بگیری در دادگاه محکوم نمیشی، تو رو میبخشن ولی محکومت میکنن. امکان داره تو رو زندان مثلا یه سال باشه یه ماه بدن بهت، ولی محکوم میشی. خدا با کنا تو رو محکوم میکنه، تخفیف میده بهت. حالا به این پایین میخوریم، این چو تخفیف میده، چیکار داریم میکنیم؟ خداوند به جاد نبی داوود فرمود برو و به داوود بگو که من سه چیز پیش او میگذارم و او میتواند یکی را انتخاب بکنه. سه تا جریمه برات میذاره، میگی این سه تا جریمه رو هر کدوم خودت انتخاب بکنی من اونو انجام میدم. اینی مثلا اینجا مثلا میتونه مرد پلیس 500 دلار تو جریم بکنه، میتونه 200 دلار تو جریم بکنه، میتونه 100 دلار تو جریم بکنه. میگه این ستا رو هر کدوم میخوای قبول کن. خب ستایی رو قبول میکنم دیگه. جاد پیش داوود آمد و پیغام خداوند را به او رساند، گفت ببین این سه یکی را انتخاب کن. سه سال قحطی، سه ماه فرار از دست دشمنان که دشمنان تو رو تعقیب بکنه. نگو که اینقدر قوی هستم، من نمیدونم 1,000,000 خورده ایم سرباز دارم. یک ماه دشمنان تو رو باید تعقیب بکنن، تو فقط فرار بکنی. اگرم بگیرن خب دیگه میدونی چی میشه دیگه.
سه ماه فرار از دست دشمن یا سه روز مرض و کشتار با وسیله فرشتگان خداوند. این ستاره یه دونه انتخاب بگون داوود، کار اشتباهی کردی، خلاف شدی، الان این جریمه رو باید بدی. داوود یه ذره فکر کرد برای خودش چیکار بکنم. آیا یک سال قحطی، سه سال قحطی رو مردم خواهم میمیرن این قحطی بشه، یا یک ماه فرار بکنم از دست دشمن، دشمن بیاد توی اسرائیل، پدر اسرائیل در میاد. گفت خدای من. داوود جواب داد تنگنا هستم، بهتر است به دست خداوند بیفتم. باز خوب میدونست خداوند رحیم، رحمت زیاده. میری تو دادگاه این جماعت امریکا یا جای دیگم نگاه میکنی ببینی کدوم آدم یه ذره بهتره جاجه که داری پیشش میری که بتونی مثلا تخفیف بگیری ازش یا یه حکم راحتری برات بده. گفت به دست خداوند بیفتم تا به دست انسان، زیرا رحمت خداوند بسیار عظیم است. میگه بهتره که به دست خدا بیفتم تا به دست این دشمنانم که معلوم نیست چیکار میکنن با من. پس خداوند مرض مهلکی بر اسرائیل فرستاد. این انتخاب کرد، گفت سه روز مرض قبول میکنم، دست تو هم تو رحمت داری، میدونم باز رحیمی، میبخشی. پس خدا به اسرائیل فرستاد، 70,000 نفر مردن. یک دونه خطایه، ببین یه خطای من رفتم یه 500-600,000 دلار ضرر کردم و زندگیمو نابود کردم و همون میتونست منو خیلی راحتر تو زندگیم پیش ببره. یا خیلی کسای دیگر، خودتون فکر بگونین در زندگیشون شما چی اشتباهاتی کردین. اینم باعث شد که 70,000 نفر در این سه روز بمیرن. باعثش که شد همین داوود شد روی غرور خودش. میگن غرور به دست آدم کار میده. یک نفر فکر میکنه که مثلا سوادش خیلی بالاست، غرور بهش دست میده. یه نفر میبینی مثلا رئیس جمهور، رئیس جمهور وقتی شد غرور اینقدر بهش دست میده میشه دیکتاتور. توی ایران خامنه ای مثلا غرور اینقدر بهش دست میده که الان دیکتاتور شد و وقتی هم هرچی جلوتر میره بیشتر غرق میشه در خون، خونخوارتر میشه. وقتی شما در میدین تو ضرر میخواین ازش بیرون بیاین، هی میگی این کارم بکنم، این کارم بکنم، شاید ضرر جبران بکنم، اون کارم بکنم، هی جلو جلو میری، میبینی ضررش بیشتر از اون اوله. اول اگه بیایم بیرون یه ضرری کوچک میکنیم میایم بیرون. مثلا من اون یک ماه اول فهمیدم که توی دبی نمیتونم بیزنس بکنم، پولم از دست میدم و گفتم آقا همینجا هر چی ضرر کردم، 30,000 دلار ضرر کردم، بسمه، میرم آمریکا دوباره. ولی اون رفیق من گفت نه، ما باید بریم مثلا این کارو بکنیم، جواز بگیریم، بریم آفیس بگیریم، بریم خونه بگیریم، بریم این کارو بکنیم، بریم اون کارو بکنیم. هی یواش 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 میری توی باتلاق، دیگه بیرون اومدن ازش سخت میشه برات. ما مجبور شدیم همین کارو بکنیم، یواش یواش اینو بگیریم، اونو بگیریم، اونو بگیریم، پول بیشتری خرج بکنیم. دیدیم آقا همه این کارو کردیم، یه سالم موندیم، دیدیم نه آقا اینقدر ضربه خوردیم آقا دیگه بس مونه، دیگه پای ما هم دیگه به راه رفتن دیگه نمیاد. یه زمینی هم داشتم اونجا، یه خونه گرفته بودم، 80,000 دلار پول داده بودم. خدا میگم ببین داوود هم همین کار کرد، گفت خدا رحمتش بیش از حده، بذار من هرچی خدا برای من انجام میده همون کار بکنم، به دست خدا بیفتم بهتره. من یک شب دیگه همه تمام امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، هر که اونجا بودن پول خودشون رو ریختن اونجا، همه فرار کردن. رفیق ما هم گفت دست از پا درازتر بریم، بلیط هم گرفت. ای بابا من اینجا این همه ضرر کردم، الان این خونم اینجا دارم، 80,000 دلار پول گذاشتم اینجا، اینم بذارم برم با دست خالی برم پیش زن و بچه‌ام، این که نمیشه. گفت من نه، من میرم، این دیگه همه انداختن دیگه، کاری نمیشه کرد. نمیشه کاری کرد. گفتم نمیشه کاری کرد،
میرم خودمو به دست خدا میندازم. تا حالا هر چیز ضرر کردم روی نادانی من بود. گفتم خدایا امشب خودمم با تو، دستمی میذارم تو دست تو، این زمینو میخوام برام بفروشی، فقط همین پول برام مونده. باور میکنی نیم ساعت بعدش یه نفر زنگ زد، یک بنگادار ماشین زنگ زد به من گفت شابور زمین تو خونه تو میفروشی؟ گفتم آره. $5,000 هم به من استفاده داد. کار خدا اینه، دست خدا باشم بهتر از که دست دیگری باشم. خدا رحمتش بیش از حده، به فرزندانش کمک میکنه. اینه امروز در گوشت نگه دار عزیز من، اگه فردا به یه جای دیوار بسته خوردی، یادت باشه که خدا از همه کسا محبتش بیشتره. بدون که خداست که برات در باز میکنه، اون دیوار خراب میکنه. دست خدا بیفتی بهتر از دست انسان ها بیفتی نابود بشی. امروز خودتو به دست خدا بذار. مثل داوود نباش که کار گناه بکنه، مثل من نباش که اشتباه بکنم، ولی باز به دست خدا افتادم. داوودم امروز به دست خدا افتاد و 70,000 نفر مردن. و فرشته خداوند مرگش وقتی فرستاد داشت میگو، خدا باز رحمت زیاد بود، گفت دیگه بسه، نمیخواد، برگرد. داوود میدونست که خدا رحمتش بیش از حده، ولی جریمه گناه رو با 70,000 نفر داد. امروز من و تو اگه میخوایم از این گرفتاری ها بیرون بیایم، از این غرور بی جای ما که ضربه به زندگی ما میزنه بیرون بیایم، خودمونو به خدا بسپاریم. یک دعای ساده نجاتت میده و تو رو دست خدا میذاره تا خدا زندگی تو رهبری بکنه. بگو یه عیسی مسیح، میدونم تو به خاطر گناهای من روی صلیب رفتی، خون تو ریختی تا گناهای من پاک بشه، و بعد از 3 روز توسط روح خدا زنده شدی و خداوند زنده هستی. امروز به قلب من وارد شو، گناهای منو ببخش و رهبریت زندگی منو به عهده بگیر. تو رو دوست دارم ای خداوند، به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. همین دعا رو بکن عزیزان، آزاد میشی. امروز خودتو دست خدا بنداز. داوود اینو تشخیص داده بود، من تشخیص داده بودم که باید در دست خدا باشم. هر چی ضرر کردم روی نافرمانی و نادانی من بوده. داوودم امروز فهمیده بود که کار اشتباه و نادانی کرده، غرور بهش حمله کرده. بعضی موقع اینقدر غرور دارم مثل خامنه ای که اینقدر غرور داره نمیخواد عقب نشینی بکنه، اینقدر جلو میره، خون میریزه تا خودشم نابود بشه در اون. امروز نذاریم تا نابودی ما بشه، بعدا اونجام دیگه کسی رو نداریم دیگه. اونجا خدام دیگه میگه فرصت داشتی در روی زمین، ولی اینقدر غرور داشتی و شیطان تو رو ببینین. خود شیطان غرورش باعث شد که بیفته. خودم آدم و حوا غرورشون باعث شد که نجات پیدا نکنن. خدا گفت ده آدم کجایی چی کار کردی؟ غرورش اجازه نمیداد که بگی اشتباه کردم خداوند. نه، این شیطانی که تو فرستادی، این زنی که تو به من دادی، اونا بودن که منو گول زدن. نمیخوایم از اون غرور ما بیایم بیرون. شیطان هم روی غرور خودش شیطان شد. بلا یک فرشته اعظم خدا بود، رهبر ارکستر بود در آسمان. غرور عزیزان خیلی بده در زندگی، زندگی ها رو میپاشونه، نابود میکنه. به تا ضربه نخوری نمیفهمی. بس امروز اگه یک کار اشتباهی داری میکنی، غرور بهت حمله کرد، غرور تو بشکن.
افتاده باش. مثلا من مغازه داشتم تو ایران، کاسه بودم، بچه هایی که با من کار میکردن یه نفر از اون یاد گرفتم. یه کمپانی داشت، کارمنداش و همه شا اونا که رفیقاش بودن نمیگفت اینا کارمندای منن، این مثلا کارگر منه، فلان منه، نه، میگفت اینا همکارای منن. منم از اون یاد گرفته بودم. اون بچه ها که پیش من کار میکردن میگفتم اینا همه همکارای منن. غرور نابود کننده زندگی انسان هاست. به زمین رو همین غرورشون باعث شد که زمین به این روز بیفته و دارن نابودش میکنن. بس امروز خودت به خدا بسپار عزیزان من، تا حقیقتا اون آرامشی که خدا بهت میده و اشتباهات رو به تو تذکر میده. و داوود مجبور شد 70,000 نفر کشته بده و توبه کرد و رفت جایی رو خرید و قربانی ها به خداوند تقدیم کرد تا این گناه خودشو پاک کنه. امروز هم دست تو بذار دست خداوند تا زندگیت با شادی و با آرامش خدا به پیش بره. دوستتون دارم عزیزان که با من بودین. امیدوارم که درسی برای زندگی ما باشه، که هست. کلام خدا همیشه درس زندگی است، اول برای خودم، بعد برای عزیزانی که گوش میدن. دوستتون دارم. به هر حال مرسی که با من بودید. بدرود عزیزان، تا درودی دیگر.